درود بر شما. ششم اسفند ماه 1400 خورشیدی و 25 فوریه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به خانواده علی شمخانی که یکی از کشتی‌های شرکت ادمیرالشون هفته پیش در گجرات هندوستان توقیف شد. پرده آخرم خواهیم داشت. به روال معمول آخر برنامه این ماجرای حمله روسیه به اوکراین، البته به اندازه کافی در بخش خبر و در بخش تحلیل وقایع روز میشنوید. در برنامه‌های صدای آمریکا فقط یه نکته خدمتتون عرض کنم که بگردید دنبال این که چرا جمهوری اسلامی خوشحال از حمله روسیه به اوکراین و همه جهان غرب و حتی بعضی از کشورهایی که گاه تصور میشد که در کنار روسیه‌اند مثل ترکیه مخالف این حمله هستند و میگن ما در برابر روسیه خواهیم ایستاد. چرا جمهوری اسلامی اینقدر خوشحال؟ گفتگوی تلفنی رئیسی و پوتین در اولین روز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین. رئیسی خطاب به پوتین: امیدواریم آنچه اتفاق میافتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. نه تنها محکوم نمی‌کنه، در واقع میگه که حمله روسیه به اوکراین به نفع ملت‌ها و منطقه تموم میشه. چرا؟ عوامل بسیاری است، از جمله اینکه فعلا ماجرای برجام ممکنه باز به تأخیر بیفته و خب این وقت خریدن‌های جمهوری اسلامی هدف مشخصی داره که همه میدانیم. یکیش اینه. خب در این مورد لازم بشه هفته آینده برنامه میذاریم، اگر منظوره کافی در برنامه هایی دیگه توضیح داده بشه، تحلیل بشه موضوع و سر و ته قضیه هم بیاد، ما هم میریم سر برنامه مستقیم خودمون در صفحه آخر. باری امشب تقدیمی داریم. درباره تقدیمی این هفته عرض کنم خدمتتون: وعده های توخالی حکومت و سفره خالی مردم. حقوق بگیرا رو هر روز میبینید در خیابون ها تظاهرات میکنن. معلم‌های بازنشسته، معلم‌های به اصطلاح کارنامه سبزها، معلم‌های در حال کار آموزش و پرورش، پاکبانان، آتش نشانان و مسیر اعتراضای خیابونی که بیش از همه بر نان متمرکزه. سه‌شنبه سوم اسفند، آتش نشانان تهران در مقابل ساختمان شهرداری تهران. چهارشنبه چهارم اسفند، تجمع کارگران شرکت‌های دولتی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به حذف افزایش حقوق سالانه مصوب شورای عالی کار. تقدیمی این هفته به همه مردم ایران. اجرای همسان‌سازی حق مسلم ماست. تفاول نکردیم سنت ملی را، ما تفاول نکردیم صندوق ذخیره فرهنگیان را، ما تفاول نکردیم صندوق توسعه را، ما ویلا و باغ و فلادا نداریم، ما اسناد مهم مملکتی را از کشور بیرون نبردیم، ما همون حوالی هستیم کنار شما. آدرس ما سرراسته. در مدرسه، کلاس درس، کنار فرزندان، خواهران و برادران شما.
و هیچ چیز به اندازه بی‌عدالتی، کینه و دشمنی را در قلب‌ها پدید نمی آورد. معلم زندانی هاشم خواستا، محمد حسین سپهری، من باید اول مقدمه بگم در ادامه برنامه هفته پیش و واکنش رهبر جمهوری اسلامی به انتشار فایل صوتی سرداران سپاه. هر وقت فساد مسئولان نظام مقدس لو میره یا در دعوای قدرت به هر حال عمدن برای زدن رقیب فاش میشه، خامنه ای میاد وسط دفاع میکنه از مفسدان. به قول خودش یک نمونه جز این نیست، چه 63 حساب بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باشه، چه دلالی برای خریدن تایید صلاحیت در شورای نگهبان باشه، اینا اثبات شده هاست. چه تخلفات آشکار و رسوایی های مالی قالیباف و عطا عیالش باشه، این وظیفه ولی فقیهه دیگه. الان هم با انتشار فایل صوتی سرداران سپاه و شناخته شدن قاسم سلیمانی برای همه به عنوان سرمنشأ فساد 13000 میلیارد تومانی هلدینگ یاس، بر اساس آنچه در فایل صوتی صحبت شده و فاش شده، خامنه‌ای اومده همین کارو میکنه. سایت مشرق از رسانه‌های سپاه نوشت این شرکت، یعنی شرکت یاس، قرار بود از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تأمین کند. شرکت یاس قرار بود از طریق اجرای پروژه های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از نیروی قدس سپاه تأمین کند. نتیجه در عرض دو سال 94 تا 96 شد اختلاس 13000 میلیارد تومانی. حالا جزئیات این اختلاس که با انتشار فایل صوتی لو رفته و علنی شده که مفسدان اصلی این پرونده کیا هستند، خامنه‌ای آمده از اونا دفاع میکنه. 29 بهمن 1400، به ارکان انقلاب تهمت میزنن، به ابعاد انقلاب تهمت میزنن، به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن و در ضمن به شهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی. اصلا کاری نداره به اینکه اون 13000 میلیارد تومان کو ماجراش چیه، میگه تهمت بوده و چون رهبر فرزانه فرمودند اینا تهمته، محمود میرلوهی عضو شورای پنجم شهر تهران و که گزارش تحقیق و تفحص از پرونده های مربوط به رسا تجارت و هلدینگ یاس رو در صحن شورا خونده بود و پیگیر این تخلفات بود احضار شد. آذر منصوری عضو سابق شورای شهر ورامین و معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت هفته پیش نوشت در پرونده املاک نجومی و رسا تجارت به آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نوشتم نگذارید جای شاکی و متهم عوض شود. دیروز با خبر شدم با تشکیل پرونده و طرح شکایت علیه محمود میرلوهی عضو شورای پنجم که گزارش تحقیق و تفحص را در صحن شورا قرائت و پیگیر این تخلفات بود، او را احضار کردند. گزارش تحقیق و تفحص و هفته پیش چند صفحه‌شو نشون دادیم، دیدین جای بحث و تردید نمیذاره، ولی پیشوا میخواد از خودش و از نابش دفاع کنه. میگه تهمت. این که میگم پیشوا میخواد از خودش دفاع کنه چون مسئول مستقیم این اختلاسه، به گفته خودش اینو دیگه نمیتونه بگه من کاری نبودم. دنبال میکنیم انشاءالله، به خصوص اون بخشی که مربوط به مدیریت خود بنده است، مثلا اون چی که مربوط به نیروهای مسلح و اینهاست که اونجا بحث مدیریت
رهبری است، یعنی رهبری مدیریت میکنه در زمینه نیروهای مسلح. صدا و سیما اینجوری نیست، قوه قضاییه اینجوری نیست. بله رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. مسلح رو به گفته خودش مدیریت میکنه. نیروهای مسلح یعنی چی؟ یعنی ارتش و سپاه که نیروی قدس هم جز بشه و اتفاقا مهمترین نیروی سپاه پاسداران. بنابراین هر فسادی که سپاه و اینجا مورد بحث ما نیروی قدس انجام میده با مدیریت خامنه‌ای است. به گفته صریح خودش میتونه ببینین هر مدیری میتونه بگه که در مجموعه تحت مدیریت من فساد شد، من کارمندای درگیر فساد رو اخراج کردم و سپردمشون دست قانون تا مجازات بشن. خامنه‌ای درست برعکس این کارو میکنه و برعکس این کارمندان درگیر فسادش رو ارتقای مقام میده. قالیباف نمونش، اگر کسی مچ اونا رو در هنگام ارتکاب جرم بگیره اونه که مجازات میشه. قالیباف یکی از رسواترین نمونه ها در این زمین است. هفته پیش درباره هولدینگ یاس گفتم که اوایل دهه 90 خورشیدی این هولدینگ تأسیس میشه برای اینکه نیروی قدس سپاه رو تأمین مالی کنه. با مدیریت کی؟ به گفته خود رهبر، با مدیریت رهبر. و خود رهبر میگوید 90% درآمد از این هولدینگ رو بدین به حاج قاسم برای نیروی قدس، 10% رو بدین به بخش های دیگه سپاه. یکی جدول دادیدش جدول بود حوزی داریم خدمتشون که ما 8000 میلیارد کم داریم یه چیز هزار گفت بدون من بینم. من 132 صفحه بودم گفتم آقای آزاد بگو ما نوشتیم داخل سپاه هست هر کدوم اشکال داره کم داره زیاد داره با من اصلاحش میکنم، هیچ اشکال هم نداره. بخوند سردار تمام اینا رو خوند دو سه روز بعد گفت آی ساده من همه اینا رو قبول دارم، منتها اون تحلیل بود که نوشته از آقا فرموده که هدف کمک به قدس، 90% به قدس بیدی، 10% به سپاه دستور شما بود اینا رو بردم. گفتم اینا که تحلیله، اون که من کار بود من کار به جدول دارم. این در همون فایل صوتی که اولین بار رادیو فردا دو هفته پیش منتشرش کرد فاش شد این ماجرا بود، یه تیکش بود که صادق ذوالقرنی ها معاون وقت اقتصادی سپاه بود گزارش داشت میداد به ممدلی جعفری عزیز، جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران. باری این صحبت که کرد یعنی چی؟ 90% 10% یعنی وقتی تا این حد خامنه ای وارد جزئیات تقسیم درآمد هلدینگ یاس میشه، مدیریت این هلدینگ رو از نزدیک خودش انجام میده. در عرض دو سال 13000 میلیارد تومان دزدی میشه در این هلدینگ با مدیریت رهبر. این نه اتهام توخالیه نه تبلیغات بیگانگان علیه جمهوری اسلامی، این واقعیتی است که اتفاق افتاده. خامنه ای چنان که قانون اساسیشون هم میگه فرمانده کل قواست و به گفته خودش که شنیدین نیروهای مسلح رو مدیریت میکنه، مدیر فرماندهان نیروهای مسلح و سرداران سپاه. یکی از این سرداران علی شمخانی است. علی شمخانی یکی از 12 سردار سپاهه که درجه سرلشکری داره، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و نماینده رهبر در این شورا. 21 شهریور 92 خامنه‌ای در حکم انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی نوشت انتظار می‌رود بتوانید با شرکت فعالانه در آن شورا و تبادل نظر مستمر با این جانب به اقتدار و استقلال نظام متعالی اسلامی کمک کنید. یعنی چی؟ یعنی درباره هر چی اون تو می‌گذره با من تبادل نظر مستمر داشته باش. یعنی اگر میگن نمیدونم رفع حصر از موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده یا مسئول مذاکرات برجام شورای عالی امنیت ملیه یا مقابله با اعتراضات مردم در سال 98 و 96 و این وسط و بعدش و همین امروز تو تمام سالهای گذشته با شورای عالی امنیت ملی بوده یا رئیس شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسیشون رئیس جمهوری است، اینا همه کشکه.
یعنی هر چه در شورا میگذره نماینده خامنه ای در شورا باید به او گزارش بده، تبادل نظر مستمر داشته باشه، از اون نظر بخواد. نظر رهبرم یعنی دستور رهبر. تمام. تا 21 شهریور 92 حسن روحانی نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بود. روحانی که شد رئیس جمهور، شمخانی جاشو گرفت، حالا که دیگه روحانی رو به مجمع تشخیص هم راه نمیدن. شمخانی یکی از معدود سرداران سپاهه که در گروه مشاوران نظامی رهبره و از معدود سرداران سپاهه که ظاهرن همیشه بین دو صندلی نشسته، هم 8 سال وزیر دفاع خاتمی بود، هم از بکار بردن لفظ فتنه درباره اعتراضات سال 88 همیشه خودداری کرد، هم همیشه سر در بیت داشته و در سرکوب خشن اعتراضهای مردم مستقیم و بیرحمانه عمل کرده. از مسئولیتش به عنوان فرمانده سپاه خوزستان، استان خوزستان، در سرکوب معترضان خوزستان در خرداد 58 فردای انقلاب و به وجود آوردن چهارشنبه سیاه که دستاوردش بنا به گزارش کیهان همون موقع بیش از 70 کشته و 400 زخمی بود، تا سرکوب خشن اعتراضهای چند سال اخیر. محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده مجلس درباره کشتار مردم در آبان 98 در جریان اعتراض به افزایش قیمت بنزین یادتونه چه گفت؟ سلامی رو در هفته بعدش تو میدون انقلاب یه بار دیگه گوش کنید، میگفت جنگ جهانی شده تو کشور. کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد ما ببینیم جنگ جهانی را افتاده، مجبور کنم یه چیز بگه دیگه. من به آقای شمخانی اون روز هم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگار ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم. شمخانی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در این شوراست، البته تکذیب فرمودن این گفتگو با دکتر صادقی رو. دکتر صادقی دروغ میگه دیگه، هم خودش هم دوروبریای خودش هم دکتر صادقی هم دوروبریای دکتر محمود صادقی میدونن که دروغ نمیگه. گفت دروغ میگه چون به ظاهر موقعیت بین دو صندلی نشستنش لطمه میزنه این حرفو. اصل اینه، این که میگه شمخانی ظاهرا بین دو صندلی اصلاح طلبی و ولایت مداری متعصبانه نشسته، یه جورایی روحانی هم همین کارو میکرد، منظورم موقعیت فریبکارانه او و افرادی مثل او در حکومت. بین دو صندلی در واقعیت که نداریم، بین دو صندلی ای بشینی میفته زمین. این اصطلاح برای کسایی به کار میبرن که بین دو جبهه مقابل هم، دو رقیب، دو موضع متخاصم، خودشون ظاهرا جا میدن یه جوری، ولی عملا چون این چیزی وجود نداره، عملا به یکی از صندلی ها تکیه میکنن یا روی یکی از صندلی ها میشینن. علی شمخانی برای بهره گرفتن از نهایت ثروت و قدرت رو صندلی بیت نشسته. ثروت اندوزی، دزدی کلان، راندخاری، اینا ربطی به اصلاح طلبی و اصولگرایی نداره. داریم میبینیم دیگه، از هر قماشی هستن، ولی قدرت در دست اصولگره هاست که زیر عبای رهبر فعالیت میکنن. پس اگه قدرت میخوای باید با بیت رهبر محشور باشی. شمخانی از آغاز هم ثروت خواسته هم قدرت. هفته پیش خبری منتشر شد، 29 بهمن 1400، خبرگزاری ایلنا نوشت کشتی کابل متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت برادران شمخانی به بهانه نقص مدارک
از تقریبا 10 روز پیش همراه با تمام باری که در حال حمله آن بوده به حکم یک دادگاه هند در بندر کاندلا توقیف شده است. که متعلق به حسین و حسن شمخانی فرزندان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است. داده های شرکت ردیابی کشتی ها و اطلاعات دریانوردی مرین ترافیک حضور کشتی کابل در بندر دولتی کاندلا هند را تایید می کند. داده های مرین ترافیک همچنین نشان می دهد که این کشتی ایرانی با پرچم جمهوری لیبریا از کشورهای آفریقای غربی در حال تردد بوده است. خبرگزاری ایلنا نوشته که دادگاهی در هند به دلیل تناقض در مدارک ارائه شده این کشتی حکم توقیفش و کالاهایش را صادر کرده. حالا این خبر دوباره بحث کسب ثروت از ادامه تحریم‌ها توسط خانواده آقای شمخانی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. به خصوص که انتشار این خبر همزمان شده با موضع‌گیری‌های آقای شمخانی علیه مذاکرات پیرامون احیای برجام. پیام‌های توییتری او که در آنها از توافق برجام انتقاد می‌کند. آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌ای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای بیعمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت. برخی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی دلیل انتقاد آقای شمخانی از احیای برجام را منافع مالی خانواده او در دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، هفته گذشته در پیامی توییتری خطاب با آقای شمخانی نوشت: برجام هر چقدر برای مردم در حوزه‌های اقتصادی به پوسته خالی تبدیل شده باشد، برای حسین شمخانی، آقازاده شما و شبکه کشتیرانی‌اش، برای فروش نفت ایران خوب ساخته. شما فعلا تعداد نفت کشهای پسرت و میزان رشد آنها همزمان با آغاز تحریم های کمرشکن را به مردم توضیح دهید. بقیه مباحث پیشکش. یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی در گفتگو با ایلنا با تأیید توقیف کشتی کابل در بندر کاندلای هند اظهار داشت از آنجایی که این کشتی با پرچم ایران در حال تردد نیست، بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی امکان ورود به این موضوع را ندارد، چون معمولا برای انتقال محموله قاچاق پرچم کشور دیگری رو با پولی که به اون کشور میدن استفاده میکنن و این کشتی با پرچم لیبریا حرکت میکرد. همیشه این ماجرای دور زدن تحریم ها از زمان دولت احمدی نژاد این قضیه خیلی به طور مکرر استفاده شد و برای همین خیلی راحت لو رفت که نفتکش‌ها با پرچم مالت مثلا حرکت می‌کردن مکرر برای دور زدن استفاده می‌کنن. خب این کشتی هم با پرچم لیبریا می‌رفت. شرکت اگر که ایرانی است و در امارات هم ثبت شده، این شرکت ادمیرال شمخانی اینجوریه، در امارات ثبت شده و این شرکت ایرانیه، تو صاحباش مدیر عاملش اینا ایرانیه، خب این چرا باید با پرچم لیبریا حرکت بکنه؟ به گزارش ایلنا، کشتی کابل حامل صدها کانتینر شامل انواع کالا از مبدأ ایران به مقصد هندوستان است که حتی اگر بخشی از بار این کشتی با مشکل اسنادی مواجه باشد، توقیف کل کشتی و تمام محصولات موجود بر روی آن به بهانه نقص مدارک که بخشی از کالا و کانتینرها فاقد استدلال منطقی و برخلاف تمایلات دو کشور برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری محسوب می شود. یعنی چی؟ یعنی توش هر چی مواد مخدر و اسلحه مهم تا هر چی جنس مشکل ساز خلاصه قاچاق مال شما وردارین، بقیه رو که فاکتور دارن بذارین ترخیص بشه. حیف روابط تجاری و بازرگانی متقابل. ما برگردیم سر مأموریت بعدیم. عقل سلیم کافی است که آدم لازم متخصص باشه، عقل سلیم داشته باشه، آدم بدونه تمام بار کشتی که میگه خب اینا فاکتور داره، اینا همه به دلیل همون محموله های قاچاقی که بار کشتی شده تا پوشش اون محموله های قاچاق بشه.
خبر توقیف کشتی کابل که منتشر شد و سردار علی شمخانی یه بار دیگه رفت زیر ضرب خبر، اومد واکنش نشون داد، توییت زد: سرباز واقعی در میانه جنگ فکر و دیدگانش را از دشمن اصلی به سمت ستون پنجم منحرف نمی کند. زخم تحریم با برنامه غرب و شمشیر بی تدبیری و وادادگی غربگراهای داخلی پیکر مقاوم مردم ایران را مجروح ساخته. برای التیام این زخم از جان و آبرو مایه می گذاریم. ناگفته ها بماند برای بعد. خیلی جالبه، بعدن اون وقت اینا میان تکذیب میکنن، میگن کشتی کابل بی خود میگن نمیدونم فلان که توقیف شده و این داستان. یه شمخانی اومد فرداش دید خیلی به قول خودش حجمه میشه علیهش، این حجمه با اون کلمه های غلط واقعا مسخره ایست که با جمهوری اسلامی وارد یه جوری حتی زبان روزنامه نگاره متاسفانه شد در بعضی جاها. خب معنیش می شود کشتی در حال انجام ماموریت برای دور زدن تحریم ها، یعنی قاچاق جنس بوده، توقیف شده، قضیه لو رفته، آبروی شمخانی هم رفته. برای همین وشته این توییت رو زده که ما برای التیام این زخم، زخم پیکر مقاوم مردم، از جان و آبرو مایه می گذاریم. قبلش آیا اتفاقای مشابه افتاده بود یا این خیلی خیلی همینجا گجرات؟ چرا گجرات؟ چون تو نقشه داریم میبینین به گفته منابع اطلاعاتی هند، ببینین گجرات با یعنی داریم میبینین که ایالتی است در هند که هممرز پاکستان و مقامات هند میگویند چند سال است که به یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر از ایران و پاکستان تبدیل شد. همین چند وقت پیش هم همین امسال یک نمونه دیگه اتفاق افتاد. 19 سپتامبر 2021 28 شهریور 1400 در عملیات مشترک نیروی گارد ساحلی هند و نیروی ویژه ضد تروریسم پلیس ایالت گجرات، یک کشتی ایرانی که حامل بیش از 30 کیلوگرم هروئین به مقصد بازارهای بین المللی بود توقیف شد و 7 خدمه آن بازداشت شدند. قیمت این محموله هروئین 2,700,000,000 دلار ارزیابی شد. کی فرستاد؟ کی قرار بود دریافت کنه، پخش کنه؟ پولش قرار بود به کجا بره؟ بارها ارسال پول قاچاق مواد مخدر به حزب الله لبنان گزارش شده. چقدر برنامه داشتیم در این باره؟ این پولای فروش هروئین قاچاق که به ایران بر نمیگرده. هر وقت مزدوران جمهوری اسلامی نیاز دارن تو چما آفریقا و آمریکا و آمریکای مرکزی و جنوبی عرض میکنن و جاهای دیگه، هر جا نیاز دارن محموله قاچاق بارگیری میشه، میره فروخته میشه، پولش فرستاده میشه براش. حالا تک و توکی هم لو میره مثل همین. حالا این شرکت ادمیرال که کشتی کابلش در هند توقیف شد چگونه شرکتی است؟ ایلنا که اولین بار این خبر توقیف این کشتی رو در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کرد، نوشت کشتی کابل متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت برادران شمخانی. همین ماجرا چیه؟ شمخانی دو تا زن داره، دو تاشو من میدونم، از یکیشون 4 تا بچه داره، 2 تا دختر 2 تا پسر، از زن دیگرش 1 دختر داره تا اونجا که من میدونم. بخشی از اموالش به اسم دختره و پسراشه، بیشترش در واقع، بخش دیگرش به اسم یکی از داماداشه، حسن میر محمد علی، که قبلا دربارش مفصل حرف زدیم، درباره ویلاهای لواسون و غیره که تو انگلیس و امارات هم چند تا خونه لاکچری داره واسه روز مبادا. ویلای لواسونش که
این ویلای لواسونش دیگه پروانه ساخت برای دو طبقه داشته، طبقه همکف، طبقه اول و دوم، شش طبقه میسازه. روش عده‌ای از همسایه‌ها شکایت میکنن، سال 95 اواخر سال 95 شکایت میکنن. بچه‌های عدالت طلب تو آوانت تیوی گودرزی و اشتری و دوستاشون انقدر پیگیری میکنن با همسایه‌ها تا بالاخره حکم تخریب صادر میشه، حکم تخریبی که از اون تو نقض قانون کرد. چند بار تو دستگاه قضایی این حکم تخریب پایین بالا میچرخه. تا تیر ماه 99 فقط دو طبقه از هفت طبقه خراب میشه، بقیهش چنان که میبینید میماند. امام جمعه لواسون که پشت بچه های معترض بود دو ماه بعد برکنار شد شهری برای 1400، حکم تخریب متوقف میشه. شمخانی و دومادش برای ولی فقیه مهمترن حتی از امام جمعه که نماینده ولی فقیه در لواسانه. عملیات نفوذ از بالا و دور زدن قوانین خودشون بوده یا نه اصلا مهم نیست، مهم اینه که مال دختر شمخانی و آقدوماد نماینده من در شورای نماینده نظام در شورای عالی امنیت ملی است. ببینین سند یکی از آپارتمان های کوچیکی که نقلی که این میر ممدلی دوماد شمخانی تو دبی داره 2,700,000 درهم، الان 3,000,000 درهم که قیمت سندیشه فقط واسه کم شدن مالیات از مسکن که قطعا خیلی بیشتر از این داشت جاست، همینو اگر همین قیمت رو در نظر بگیریم میشه حدود 20 میلیارد تومان. یه آپارتمان نقلیشه تو دبی. این سید حسن میر ممدلی البته من نمیدونم در خارج از ایران سرش به کجا های دیگه بنده که هیچ که خبر نداره. این کپی کارت اقامت چه تو جمهوری چک، اقامت اونجا رو برای چی داره؟ چیکار میکنه اونجا؟ نمیدونم، به دلیل هممرزی با روسیه است و قاچاق، قاچاقچی های روباندهای قاچاق روس و مافیای روس و نمیدونم واقعا، ولی من نیستم که باید برم دنبال کنم بپرسم. اون قاضی قضات و دستگاه قضایی و بازرسی و این بچه های عدالت طلب شما چیکاره این؟ شما باید بریم ببینین تو جمهوری چک چیکار میکنه. دو تا گل پسر علی شمخانی، یکی حسن که گرین کارت آمریکا رو داره، بین ایران و دبی جابجا میشه. اسمش رو ببینین تو گذرنامه و اسناد ثبتی ابوالفضل شمخانیه. این یکی دیگه پسراش نیست، این همون حسن شمخانیه. اون تا توی این میبینین دیگه گرین کارتش، کارت اقامت آمریکاش ابوالفضل شمخانی. یکی دیگه یه داداش داداشی داره، یکی دیگه پسرای شمخانی، ممدحسین شمخانی. ایشون پاسپورت آنتیگووا رو دارد. آنتیگووا بغل جزیره سنت کیتس که پاسپورت میفروشه با یه بار گفتم با 250 هزار دلار تا 500 هزار دلار میشه از آنتیگووا پاسپورت گرفت. پولی نیست که. آقای دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شمخانی زمانی که وزیر دفاع بود در دولت خاتمی، یا آدمی تو وزارت دفاع بود به اسم رهبر مدنی، آدمی شمخانی، این آدم مأمور میشه برای چندین سال در لبنان به عنوان مسئول دفتر هواپیمایی هما. الان بازنشسته است، اما در واقع بخش از اموال شمخانی، خانواده شمخانی دست اوست. دو تا پسر داره به اسم محمد رضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی. بخشی از کشتی‌ها و اموال شمخانی به اسم این دو تا پسر رهبر مدنیه، محمد رضا و محمد رضا رهبر مدنی تو ایرانه، علی رهبر مدنی اصلا در دبی اقامت داره. علی رهبر مدنی گذرنامه روسی داره، من هم گذرنامه های دیگه داره، یعنی به هر حال گذرنامه روسی داره چون با یه خانم روس ازدواج کرد و این سلفی رو که داریم می‌بینین از خودش گرفته، در سنگاپور گرفته شده. این بخشی از کشتی‌های شمخانی پشت سرش بود که به نام شرکت هایی که به اسم همین علی رهبر مدنی و همسرش ثبت شده اینا رو داشت نشون میداد در سنگاپور. باری علی شمخانی صرافی داره در دبی به اسم
من صرافیشو اسمشو ترجیح میدم نخون نگم ولی نصفشو میگم. یورو آسیا که در تهرانم یک دفتر داره همین صرافی، همه کارهای دبیش دست آدمی است به اسم حسین قربانی زاهد. حسین قربانی زاهد این عکسو میبینید که اوست با ممدحسین شمخانی. رئیس هیئت مدیره و تصمیم گیر اصلی صرافی است حسین قربانی زاهد، هم سن و سالو میبینید دیگه، یار قاره ممدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی است. ممدحسین شمخانی مدیر عامل همون شرکت کشتیرانی ها، آدمیرال. خواهر همین آقای کیو گفتم حسین قربانی زاهد، داریم میبینین اسمشون، خواهرش یا زنش من نمیم، به اسم الهه قربانی مسئول اجاره دادن کشتی هاست در ادمیرال گروپ که مال حسین شمخانی هستن. وحید انصاری برادر علی انصاری، نمیدونم برادرشه یا پسرموشه، علی انصاری مالک ایران مال، مسئول وبسایت و گسترش اینترنتی این گروه کشتیرانی است. تو اسمایی که دیدین وقتی میرین تو وبسایت ببینین، این وبسایته از موقع درست شدن، از موقع تأسیس این شرکت کشتیرانی همیشه under construction، در دست ساخت. این وبسایت عرض کردم از زمانی که این شرکت درست شد در دست ساخت بوده، هیچی توش ثبت نشده، هیچی. یعنی چی وقتی که این اسما رو میبینیم که این مسئولیت ها رو دارن و بعد میرین سراغ وبسایت میرین؟ یعنی اول اون آدمایی که دو نمونه شو براتون گفتم که کیان مسئول فلان کار شدن در ثبت شرکت ادمیرال در کشتیرانی ادمیرال در امارات، مسئول هر کاری هستن تو این شرکت غیر از آنچه ثبت شده. وگرنه وحید انصاری که نوشته مسئول وبسایت، توی این 10 ساله وبسایت رو راه مینداخت دیگه، حالا گسترشش نمیداد. ثانیاً وقتی هیچی ثبت علنی نشه، یعنی همه کارای این شرکت بزرگ کشتیرانی اون پشت و پس انجام میشه، یعنی یه شرکت بزرگ قاچاقچیه. من امیدوارم فرصت داشته باشم درباره قاچاق یک اشاره بکنم و ماجرای ارز. ببینین یک بار اشاره کردم فکر کنم در یکی از برنامه‌ها که احمد عراقچی که به اتهام که معاون ارزی بانک مرکزی بود به اتهام اخلال در بازار ارز کشور محاکمه شد و بعد گفتن تبرئه شده، هم تو دادگاه هم تو مصاحبه با مطبوعات گفت که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داد به روحانی، که موارد اتهامیش بود، گفت چون اونا به من گفتن، نامه داد به حسن روحانی رئیس جمهور و از طریق حسن روحانی به سیف بانک مرکزی که تو بازار ارز فردایی دخالت کنی. خودش توضیح میده، عیناً براتون میخونم. بازار ارز فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین میکنند اما تحویل نمیدن، تحویل آن موکول به روز بعد میشود. در بازارهای حالا چرا این کارو میکنن؟ در بازارهای اینچنینی فیزیک ارز جابجا نمی شود. امروز خریدار و فروشنده قراری می گذارند و فردا که موعد تسویه می شود متناسب با قیمت ها ما به تفاوت ریالی را مبادله می کنند. در نامه‌ای که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهر 96 خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردند به صراحت نوشتند که به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم به بانک مرکزی اجازه ارجاع داد. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تایید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد. سرش به کجا وزده؟ به شورای عالی امنیت ملی که در واقع هدایت کننده سیاست اقتصاد و امور نظامی و امنیتی کشور. خب زیر نظر رهبر. خب یکی از مهمترین چیزهایی که یه صراف و یه دلال پول باید بدونه تا بتونه درآمد بیشتری از بازار ارز و بریزه جیبش، اطلاع داشتن از بالا پایین رفتن قیمت ارز تو بازار.
این بازار فردایی ارز به قول آقایون که سال 94 تا 96 به گفته احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی تو همون دوره روزانه 500 میلیون دلار ارز جابجا میکرد، به نفع کی بود؟ به نفع کسی که از فردای قیمت ارز اطلاع داشت، یعنی صفر از کل بانک مرکزی. از اون مهمتر شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که مستقیم گزارش بازار ارز رو داشت. یه نفر دیگه هم همدستشونه که پست دولتی هیچ وقت نداشته، همدان علی انصاری، مالک ایران مال، بانک تات ورشکسته، بانک آینده و بازار مبل ایران و غیره و غیره. اینا میان یه شرکت های ثبت میکنن با سرمایه بسیار کم. سرمایه بعضی از این شرکت ها 100,000 تومانیه، 100,000 تومان. بعد به اسم بعضی شرکت ها فقط تسهیلات میگیرن، وام میگیرن، بعد با تغییر نرخ ارز و اون اطلاعی که دارن وام رو تسویه میکنن، بعد شرکت رو منحل میکنن. مثال شرکت آوین 211 میلیارد تومان، 211.5 میلیارد تومان بدهی بابت تسهیلات سررسید گذشته به بانک آینده دارد. بانک آینده حالا بعدا خواهیم دید که مال خود علی انصاری میشه. سرمایه تأسیس شرکت 100,000 تومانه. یکی دیگه شرکت پیمان پایه نیکان منحل شده، با 100,000 تومان ثبت شده. این هم یکی دیگه از شرکت های فرزندان شمخانی در ایران. شرکت کلان، همه شرکت های سوری یا به اسم پسرهای شمخانی یا به اسم اقبالیان راننده علی انصاری. بعد به اسم این شرکت کلان رو ببینید دیگه. به اسم این شرکت های سوری بدون هیچ ضمانتی، هیچ، از بانک آینده که مال خود علی انصاری است وام میگیرن. یک جا هم نگرفتن. برای مثال 50 میلیارد تومان گرفتن، بعد ندادن، متمم زدن، 100 میلیارد بهش اضافه کردن، شده 150 میلیارد تومان. برای اینکه اول با مبلغ پایین‌تر بتونن راحت‌تر مراحل کاغذبازی رو مثلا انجام بدن و دریافت وام و تسهیلات و اینا. بعد بانک آینده این وام‌ها رو چجوری پرداخت می‌کنه به اینایی که وام می‌گیرن، مثلا تسهیلات می‌گیرن و همچنان هم داره این کارو می‌کنه. چک تضمینی صادر می‌کنه به اسم شخص که اصلا غیر قانونیه. میگم حالا یعنی شما 50 میلیون تومان وام میگیرین از بانک، تسهیلات برای یه شرکت میگیرین، میگین 30 میلیون تومانشو یه چک تضمینی بدین، این قانونیه، یه چک تضمینی بدین به آقای حسین قلی میرزا، 20 میلیون دیگه شم یه چک تضمینی دیگه بدین به خانم مثلا نمیدونم مثلا فاطمه زهرا مثلا. اینا قانونی نیستا که دارم میگم. چک بدین شما، من 50 تا گرفتم، اینا این این شما بیاین برای اینکه ضمانت چک تضمینی پرداخت بکنین به منی که من میخوام 50 میلیون تومان بگیرم، میلیارد تومان بگیرم، اینو به اسم من ندین، 20 میلیون تومانشو بدین به ایشون، 30 میلیون تومانش هم بدین به ایشون مثلا، میلیارد تومانش هم بدین. بانک این اجازه رو نداره. بر اساس مثلا واحد تولیدی تو یا پروژه تولیدیت به تو وام و تسهیلات میده، به فرد نمیده که. بانک وقتی وام و تسهیلات به شرکت میده به اسم شخص نمیده، در واقع به اون شخصیت حقوقی میده برای کار مشخص. یعنی مثلا بنده میتونم برم بانک بگم یه چک صادر کن از این اوراق منه، من این پروژه رو دارم و بر اساس این مثلا 20 میلیارد تومان وام میخوام. بعد اینا اومدن در وجه 60-70 نفر چک های 1.5 میلیارد صادر کردن نفر. حالا چرا برای 60-70-70-80 نفر مسرعت گم کنی؟ اینا این چک ها رو میگیرن همه رو، بعد دونه دونه جمع میکنن همه شو تحویل یه نفر میدن. تحویل کی؟ فرزاد کماچالی. عکس کوچیکش اونجا و چک هایی که بالا هست، همه این چک ها هست، همه این چک ها ضبط شده دست ما هست، در واقع کپیش، که میره این چکا رو جمع میکنه به عنوان پیک موتوری دونه دونه، یه 70-80 تا چکی که میگم، میبره دبی از طریق صرافی علی شمخانی که الان در امارات داره با چندین شرکت زیرمجموعش کار میکنه، از پتروشیمی و کشتیرانی گرفته تا برج‌سازی، از طریق این صرافی چکایی که پیک موتوری صرافی یعنی فرزاد کماچالی برده دبی نقد میشه این چکا، با یه واسطه دیگه شرکت مریلند اینترنشنال
معادل درهمی چکا از شرکت مریلند اینترنشنال وصل میشه به این آدم ها، به اون آدم. مریلند اینترنشنال چیه؟ یه شرکت سوری، یه نفر است این شرکت هست، میخواستم اگه به اسم، نه یه نفر است به اسم خشایار ضیا ظریفی، هیچ که دیگه هم توش نیست. ضیا ظریفی سپاهی است، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تو سازمان ترافیک بود، بعد رفت آمریکا پاسپورت آمریکایی گرفت، بعد مقیم امارات شد. شرکت مریلند اینترنشنال به اسم خشایار ضیا ظریفی است. یک وکالتنامه ای داده خشایار ضیا ظریفی که دارین یکی دو صفحهشو میبینین. این شرکت همه منافعش فقط متعلق به آقای علی انصاری است. این سندی است که در آن قید شده همه شرکت مریلند اینترنشنال متعلق به علی انصاری است، نه کسی که شرکت سوری به اسمشه، ضیا ظریفی. فقط در دو روز 17 و 18 دسامبر 2017 آخر سال 2017 مجموعاً 34,572,000 درهم به حساب شرکت مریلند اینترنشنال یعنی شخص علی انصاری در واقع ریخته شد. اینجوری ارز خارج میشه با همدستی علی انصاری و شمخانی، یعنی همکاری علی انصاری و شرکت ادمیرالش مثلا و بقیه شرکت های سوری پوششی. همیشه شمخانی و علی انصاری هم همیشه با مؤتلفه رابطه خوبی داشتن. مؤتلفه همیشه خیلی بوی پول میده، بوی چرک دست میده. بخشی از بازار قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بخشی از صادرات پتروشیمی بعد از انقلاب همیشه دست مؤتلفه بوده. اصلی ترینشون از اول علایالدین میر محمد صادقی معروف به حاج آقا علا، از بنیانگذاران مؤتلفه، رئیس سازمان اقتصاد اسلامی که متهم شد یک بار به بالا کشیدن 3000 میلیارد تومان از پول صندوق‌های قرض الحسنه. ایشون بنیانگذار صندوق‌های قرض الحسنه قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب یه جا موچشو گرفت 3000 میلیارد تومان. ایشون عضو هیئت امنای ایران ماله که مال علی انصاری. اینجا ما دو تا مؤتلفی داریم، یکی دیگه هم هست، یکی حاج آقا علا که عکسشو دیدین و توضیح کوچیکی دادم، یکی دیگه واعظ آشتیانی. این امیررضا واعظ آشتیانی هم که هر جا توبره مالی هست این هم سرش توشه، عضو شورای مرکزی مؤتلفه که حلقه همکاری علی انصاری و شمخانی در واقع او شد. چرا مؤتلفه اینجا مهمه؟ چون بخشی از صادرات پتروشیمی هنوزم دست مؤتلفه است. پسرای شمخانی از معامله با پتروشیمی شدن مالتی میلیاردر. بخشی از سهمش شمخانی از طریق شرکت‌هاش در دبی میگیره، بخش دیگه‌ش رو علی انصاری براش خونه و برج و پاساژ می‌سازه. نمونش تو یه زمین 2600 متری تو خیابون فرشته الهیه تهران، ملک به اسم آذر خانم، آذر می دخت طباطبایی، آذر خانم زن دوم و نمیدونم شاید سوم سردار سرلشکر حاج علی شمخانی. بعد سهمایی هم توی این خونه حاج آقا و چند تا بچه ها دارم. ببینید زینب شمخانی، ابوالفضل یا همون حسن شمخانی، ممدحسین شمخانی، زهرا شمخانی، علی شمخانی، سازنده این پروژه علی انصاری است. اینجا منطقه الهی است، گرونترین و لاکچریترین منطقه فکر میکنم کل ایران. تو این همه برجای سر به فلک کشیده و لاکچری، این پروژه رو شما مشاهده میکنید با این زمین تو این موقعیت مناسب. حالا این پروژه برای کیه؟ برای آقای حسین شمخانی، فرزند آقای شمخانی، امنیت ملی. محمد حسین شمخانی پسر بزرگ حاج علی آقا، سرلشکر نمایندگی آقا در شورای عالی امنیت ملی، از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شدن. هر ترم این دانشگاه یعنی هر 3 ماهش 10000 دلار شهریه است. حسین و حسن شمخانی مدیران شرکت کشتیرانی ادمیرالن که تو تهران، دبی و بمبئی و سنگاپور دفتر داره. کشتی‌های باری و اخیراً نفتکش‌های شمخانی زیر پوشش همین گروه ادمیرال فعالیت می‌کنن. چند تا کشتی دارن؟ 77 تا امروز. سینا جهانی خبرنگار در توییتر خود نوشت تابستان 98 حسین شمخانی، پسر شمخانی بزرگ،
تعدادی از اهالی رسانه را به ساختمانی دعوت کرد برای شفافسازی اینکه کشتی‌هایش را چطور خریده. گفت اول کار پدرم پول بازنشستگیش را به ما داد. نمی‌دونستیم بازنشسته است. پول بازنشستگیش را به ما داد و ما کشتی کوچکی خریدیم برای شروع. آخرش هم به قرآن قسم خورد که از راه مشروع ثروت اندوخته. چجوری ممکنه این آدم 77 کشتی داشته باشه؟ این گل پسر به اسم خودش، نخیر به اسم همه افراد خانواده و فامیل نزدیک. بذارین بگم در فرصت کوتاهی که مانده که چجوری این همه پول اینا در آوردن. یه شرکت درست میکنن به اسم ادمیرال گروپ که هر وقت عرض کردم وبسایتش رو باز می‌کنی نوشته وبسایت در حال ساخته شدنه. به اسم این شرکت و رانت نماینده رهبر معظم در شورای عالی امنیت ملی میشن یکی از فروشنده های محصولات پتروشیمی. جنس از هولدینگ خلیج فارس میگیرن، یکی از سه هولدینگ بزرگ فروشنده پتروشیمی، محصولات پتروشیمی. و بعد میفروشن این جنس رو به جای اینکه بعد از برداشت پورسانت خودشون پول فروش رو برگردونن به هولدینگ خلیج فارس، چون میگیرن بفروشن پورسان بگیرن دیگه، مثلا اینقدر بار اینقدر فلان پورسان میگیریم، چون قرارداداشون اینجوریه، به جای اینکه اون پول رو برگردونن میرن با اون پول یه کشتی باری دیگه میخرن، نفتکش میخرن، کالاهای بیشتری از پتروشیمی میگیرن و میفروشن. میدونین که پتروشیمی هم تا این اواخر تحریم نبود. در عرض 3 سال میشن اولین لیفتر پتروشیمی کشور، اولین باربر پتروشیمی کشور. بعد کم کم شروع میکنن پول پتروشیمی خلیج فارس رو پس بدن، یعنی پول کالا رو در واقع دادن، کشتی خریدن، بعد پولی که بابت حمل بار باید میگرفتن از پتروشیمی همونو زدن به حساب بدهیاشون بابت کالاهای اولیه‌ای که از پتروشیمی گرفتن، و حالا بخشی از نفتی هم که حمل میشه از ایران خارج میشه، چه در حد معافیت نفتی و چه در سطح قاچاق، به همین صورت همین خانواده شمخانی داره انجام میده. یعنی تمام کشتی هایی که خریده مفت در واقع دستشونه. اولین بار مهدی صدر ساداتی، آخوند افشاگری که به حکم دادگاه ویژه روحانیت خلل لباس شد، افشاگری از خانواده شمخانی رو در فضای مجازی منتشر کرد، آخر هم میگم خلل لباسش کردن، حالا به نفعش هم شد البته. دارین میبینین دیگه، من همین رو که گفتم نوشته. دبیر شورای ملی شورای امنیت ملی آقای شمخانی است. حسین شمخانی پسر بزرگ آقای شمخانی مدیر کشتی رانی ادمیرال است و فلان و فلان و فلان. برادرزاده های جوان آقای شمخانی محمد هادی کارشناس مسائل سیاسی مقیم روسیه و موعود شمخانی معاون فنی سازمان منطقه آزاد اروند. و بعد در مورد نزدیکان آقای شمخانی پدیده خیلی مهم به نام عظیم شمخانی میگویم. چرا مهم؟ چون ندیدم خبرگزاری های خوزستان اعتراض کنند که چرا به جوانی دیپلمه پست های مدیریتی خیلی مهم تا قائم مقام شهردار اهواز را میدهید. خب ببینید، برادر ناتنی علی شمخانی، عبدالعظیم شمخانی، در دولت رئیسی به عنوان سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز منصوب شد. تو همین دولت چند سالشه؟ 27 سالشه. تو دولت روحانی که 22-23 سالش بود، مدیر سازمان زیباسازی شهرداری اهواز و قائم مقام شهردار بود. همین با دیپلمه. یه بچه دیپلمه، یه الف بچه 23 ساله دیپلمه، معاون شهرداری شد. برادرزاده های علی شمخانی که به علی آقا میگن عموجون، اونام نونشون همیشه تو روغن بوده. موعود شمخانی برای نمونه 22 سالش بود که شد سرپرست معاونت عمرانی منطقه آزاد اروند. محمد هادی شمخانی که این اصلا 22 سالش هم نشده بود واقعا، در سفارت جمهوری، گردنشو تبر نمیندازه، در جمهوری اسلامی در روسیه مشغول شد. مقیم مسکو هستن ایشون، همچنان اونجان ایشون. یه نکته رو در آخر بگم درباره شرکت کشتیرانی پسران شمخانی، همین گروه ادمیرال. جالب اینجاست که شرکتی که صاحب چند کشتی کانتینری و دفاتر متعدد در بنادر ایران و کشور امارات داره، به هیچ عنوان دفتر تهران رو معرفی نمیکنه و حتی در تهران تابلویی هم که بشه نشون بده که اینجا یه شرکت هست، که معمولا شرکت های ثبت شده و قانونی سردر ساختمان شرکت نصب میکنن دیگه، هم چیزی وجود نداره. یه نکته دوم این که
حجم معاملات شرکت‌های کشتیرانی در دنیا و قیمت‌های متفاوت هزینه هم خیلی بالاست، هرچند که متفاوته. این امکان نظارت و کنترل بر حساب‌های این شرکت‌ها رو بسیار سخت می‌کنه. برای همین بیشتر شرکت‌های این چنینی در قالب شرکت کشتیرانی ابزار پولشویی هم هستند و این ادمیرال گروپ گلپسرای شمخانی با تکیه البته با استفاده از فک و فامیلاشون که تو روسیه و کشورهای دیگه در سفارتخونه ها مشغولن، از طریق همین شرکت حمل و نقل قاچاق و پولشویی رو راحت تر انجام میدن، چون مال خودشونه، به کسی ربطی نداره. اگه یه وقتم گیر بیافتن توقیف بشه گشتیشون و خبرش توی رسانه منتشر بشه، از اون رسانه میرن شکایت میکنن به دیوان عدل علی. علی حسین شمخانی از ایلنا شکایت کردن. خبر شکایت رو هم خبرگزاری سپاه منتشر کرد. پس از انتشار خبر کذبی با ادعای توقیف کشتی پسران شمخانی در یکی از بنادر هند، منبع آگاه از شکایت پسران شمخانی از خبرگزاری ایلنا خبر داد. در این باره یک منبع آگاه به فارس گفت با توجه به کذب بودن این خبر، فرزندان شمخانی از این رسانه و عوامل این دروغ شکایت کردند. یعنی ما باید منتظر مجازات خبرگزاری ایلنا باشیم بگن این خبر دروغ رو شما منتشر کردید. آجان بعد از انتشار خبرگزاری ایلنا، مرکز بین المللی دریانوردی خبر رو منتشر کرد. قبلش اصلا ایلنا از اونا گرفت. دو، علی شمخانی خودش وقتی اون توییتو زد که ما در برنامه نشون دادیم، چرا اصلا این توییتو زد؟ به خاطر اینکه نشون بده که ما داره آبرومون میره و ما آبرومون گرا میذاریم برای دور زدن تحریم حالی ایه کشکم توقیف شده. جا نداریم من کشش بدم آخه برنامه رو دیگه. بریم پرده آخر. به امام زمان عدیجه سوره یاسین انشم بخانه بعدت زهرا عدیجه توفیت شب و روزگار خوش.